یو چطور این برد و خیلی خوش اومدید به پارت چهار روم سریه هارت سفای رو قبل از هر چیزی بهتون بگم اگه پارت های قبلی رو ندیدید قبل این ویدیو برید اونا رو حتما ببینید چون اونا رو اگه نبینید نمیفهمید که من از کجا شعروی به این بزرگی رو تونستم بگیرم پس حتما برید اون سه تا پارت قبلی رو ببینید بعد بیاید سراغ این ویدیو ولی برای اون دسته از بچه هایی که سری هارت سفایرانمون رو دنبال میکنن باید بگم که این پارت یکی از مهمترین و سخت ترین پارت های این سری هارد سفای رو نمونه و همونطور که میبینید بین ما و آلمان و ایتالیا و این کشورها هیچ جنگی نیست ولی یه جنگ سردی بین ما در جریانه همونطور که میبینید محبوبیت حزب ترقی که ایدولوژیش هم فاشیسته در کشور به 32 درصد رسیده که خب این واقعا ترسناکه و حالا ما داریم همه تلاشمون رو برای مقاومت جلوی این حزب میکنیم ولی خب محبوبیتش به طرز عجیبی داره در جامعه میره بالاتر و اینم به خاطر نشان اسپریتیه که روی کشور خورده و قراره که تا سال 1948 هم ادامه داشته باشه و از اون روزانه داره یه مقدار فاشیزم ساپورت رو در کشور ما میبره بالاتر که برای از بین رفتن این اینفلوئنس هم نیازه که یک سال دیگه صبر کنیم الان توی سال 1947 قرار داریم و اون اینفلوئنس یا نشنال سپریت در سال 1948 قرار که از مملکتمون پاک بشه و از اون ور خیلیاتون توی کامنت ها نوشته بودید که به شوروی استقلال بدم به یه سری کشورای اینجاها استقلال بدم که بچه های عزیز این کار ممکن نیست من الان به هر کشوری استقلال بدم پاپتما نمیشه اوکی یعنی ما استقلال علکی میدیم و از اونور این کشورها حتی در آینده حاضر نمیشن مثلا با ما همکاری کنن یا کمک کنن یا حتی با همدیگه فکشن بزنیم اصلا این چیزها رو قبول نمیکنن پس این موضوع برای ما سودی نداره که ما بخوایم انجامش بدیم به همین منظور بچه بهتره که این خاک ها رو فعلا داشته باشیم داریم از بنابشون استفاده می از کارخونه هاشون هم همینطور و همینطور که می اعتراضات در اکثر این نقاط رسیده به صفر اوج اعتراضات ما در مسکو هست که اونم 6 درصده که اصلا مهم نیست هر طور که حساب کنید بچه و از این لحاظ خوبه و بهتره که انگول نکنیم علکی برداریم به جایی استقلال بدیم حالا در آینده ممکنه که یه سری از نقاط خودشون بیان از ما خواهش کنن تا بهشون استقلال بدیم اون زمان شاید یه کاری بکنیم ولی الان نه توی این پارت بچه نیازه که ما ارتشمون رو تا جایی که میتونیم قوی کنیم از این بخش که کاری برای قویتر کردن ارتش نمیتونیم انجام بدیم همه اون کارهایی که باید میکردیم رو کردیم از بخش ریسرچ بچه به نظر من وقتش رسیده که یه سری ریسرچ مربوط به نیروی هوایی انجام بدیم به طرز عجیبی بچه نیرو هوایی کشورمون ضعیفه و باید هر چه سریعتر جمع جورشون کنیم و از بخش ریسرچ اند پروداکشن هم اینجا این هیوی ایر کمپانی رو انتخاب میکنم چرا چون داریم از این بخش ریسرچ های مربوط به هواپیما های هیوی و بمبر رو انجام میدیم پس با این حساب باید اون رو انتخاب بکنیم و تا جایی که میتونیم بچه اینا رو باید انجام بدیم برسونیم به این ته و بعد تولیدشون رو شروع کنیم بدک نیست که هوایی داشته باشیم خیلی میتونه به کارمون بیاد ولی تا اون زمان بچه به نظر من وقتش رسیده که یه سری تروپ جدید در کشور دیزاین کنیم چون اینایی که الان داریم درست بد نیستن ولی خوبم نیستن خود توی جنگ با سوویت دیدیم که واقعا هیچ کاری از دستشون بر نیومد با این حساب به نظر من باید یک سری نیروی تانکی ما دیزاین کنیم چرا که نه عین همیشه ها اسم این واحد ها رو میذاریم حق و اوکی این اینفلوئنس فاشیست هم از روی کشورمون پاک شد خدا رو شکر و خب بچه اینم از دیویژنی که من دیزاین کردم یه دیویژن کاملا تانکی و ماشینی و علاوه یه سری چیز میز برای ساپورت مثل آنتی ای رو آنتی تانک و و این جور غذایا این دیویژن واقعا دیویژن خفنیه به خصوص بابت اینکه سرعت حرکتش 12 کیلومتر در ساعته اچ پی فوق العاده ای داره سافت اتاکش عالیه و هیچ مشکلی بچه من برای این نیروها نمیبینم فقط سوپل یوزجشون بالاست که اونم مهم نیست من این دیویژون رو سیو میکنم میزنم از تهران تعداد عمده برامون تولید بشه چرا که نه فقط برای ساخت این نیروها از به راکت آرتلری داریم و یه سری ماشین که خیلی سری میزنم ماشین تولید بشه برامون به علاوه راکت آرتلری و تمام و از اون ور به نظرم وقتش رسیده که بزنیم یه تعداد خیلی زیادی برامون کارخونه نظامی در کشور ساخته بشه واقعا به کارخونه نظامی نیاز داریم سرعت ساختمون هم که همونطور که میبینید فوقالعاده است واقعا یعنی اصلا با سرعت بی نظیری سازه ها دارن ساخته میشن و بهتره که ده تا کارخونه نظامی بسازیم تا بتونیم تولیدات نظامیمون رو ببریم بالاتر مشکلاتی که داریم رو حل کنیم الان مشکل شدید لایت تانک داریم علاوه ماشین به علاوه آرتلری که به هر طریقی که ممکنه باید تولیدشون کنیم از بخش ترید هم بچه من میخوام از آلمان یه مقدار آهن وارد کنم چون شدیدن به آهن در کشور نیاز داریم حالا من زدم 64 تا آهن از آلمان وارد بشه که نمیدونم چرا وارد نمیشه پس که هولی کروم وارد کردم ولم کن ولم کن جی <مزیده> آهن میخوام داشم آلمان به من آهن بده و باز هم داشم آلمان به من تنگستن بده و 25 آهن دیگه هم نیاز داریم که از این کشور وارد میکنیم و نایس nice. کاملا کم بودی که داشتیم برطرف شد بچه ها الان با سرعت خیلی خیلی بیشتری میتونیم سلاح تولید کنیم که این فوق است و از این ورم کارخونه نظامی ها یکی یکی دارن ساخته میشن که خب با این حساب باید خیلی بیشتر بسازیم دیگه میدونید خیلی خیلی باید بیشتر کارخونه نظامی بسازیم حالا من نمیخوام این برا چیزی بسازم چون اینجا هیچ چیزش مشخص نیست یه دیدی آلمان اومد گرفت بیشتر کارخونه ها رو سعی میکنم همینجا توی کشور اصلی خودمون بسازم و دیگه بچه جونم واسهتون بگه که باید یه سری سختگیری ها هم برای سربازگیری روی کشور پیاده بکنیم که خب چیکار کنیم ما شدیدا نیاز به منپاور داریم و نمیدونم از کجا میتونیم منپاور به دست بیاریم متاسفانه هیچ گزینه ای هم برای به دست آوردن منپاور وجود نداره ولی بچه از اونجایی که نشنال اسپریت آلمان از روی کشورمون برداشته شد همونطور که میبینید محبوبیت حزب ترقی رسیده به 29 درصد از 33 درصد که در حال افت محبوبیتش خود رو شکر و به زودی محو و نابود میشن ولی بچه برای اینکه این ویدیو حوصله سر بر نشه میخوام یه جنگ کوچولویی حالا با افغانستان بکنیم دیگه به وسیله فوکسی که بچه رو انجام دادیم روی افغانستان وارگل داریم و میتونیم باهاش وارد جنگ بشیم فقط یه چک بکنم ببینم سوپلی ها و اینجور چیزا اینجا داریم که بله طرف ایران داریم ولی این ور نداریم این موضوع خیلی خیلی بدیه که یه سوپلی ها اونجا من میزنم ساخته بشه و کانکتش میکنم به سوپلی ها مشهد و تمام ارتش اونم که داره آروم آروم به مرز افغانستان نزدیک میشه و برو بریم واقعا بچه بزنید بریم ببینیم چه بلایی میتونیم سره افغانستان بیاریم البته امیدوارم آلمان از موقعیت استفاده نکنه و یهو بیاد بالا سرمون واقعا نمیخوام این اتفاق بیفته ولی خب نیروهامون رسیدن به مرز افغانستان و الان وقت اینه که استراتژی جنگی به نیروهامون بدیم که از اونجایی که من به نیروهامون خیلی خیلی ایمان دارم یه همچین استراتژی میدم دستور حرکت رو صادر میکنم و از اون ور آیا اون سوپلی هاپ ساخته شد که فعلا نشده ولی خب مهمم نیست بزنید بریم توی جنگ با افغانستان و اینم از این جنگمون با افغانستان شروع شد و خوب داریم میزنیم نیست خوب داریم میزنیم ایول متاسفانه به خاطر کم بوده سوپلی نمیتونن خیلی خوب عمل کنن ولی نیروهای غربی خیلی خوب زدن باورم نمیشه اصلا نمیتونم باور کنم که کشوری مثل افغانستان به اون جغرافی های سختش رو تونستیم شکست بدیم که البته هنوز شکست ندادیم ولی خب این دیگه شکسته دیگه از این بدتر که نمیشه حالا من میام خیلی سریع استراتژی جنگی رو عوض میکنم نیروها رو متمرکز میکنم روی کابل که اصولا با جنگ رو این بار از اینجا شروع کنن و برن تو چون این چیزی که بازی به من داره نشون میده اینه البته من میخواستم فقط و فقط برن کابل رو بگیرن ولی خب از اینجا دارن میان جلو دیگه بری جلو آقا بری جلو البته این کاری که بچا کردیم واقعا اشتباه بود و انجام این کار و الان آلمان راحت تر میتونه ما رو شکست بده سر اینکه نمیخواستم این پارت حوصله سر بر بشه این جنگ رو شروع کردم فدای سرتون استبیلیتیمون هم به فنا رفت 20 درصد از استبیلیتیمون خرج این جنگ شد ولی خب چیزی دیگه از این جنگ باقی نمونده به زودی تموم میشه و بچه از اونجایی که کارخونه نظامیامون ساخته شدن میتونیم یه مقدار تولیدات رو در کشور باز هم ببریم بالاتر که این خیلی خیلی خبر خوبیه و بچو کانستراکشنایی هایی که زده بودم هم ساخته شدن باز هم میزنم کارخونه نظامی ساخته بشه تا جایی که میتونیم باید کارخونه نظامی بسازیم فقط و فقط همین و اینجا چرا باز قفل شدیم ما متاسفانه به نیروهامون اینجا بچا سوپلی نمیرسه و نیروهامون هم سر این موضوع دارن زجه میزنن ولی خب سوپلی هاپ جدید ساخته شد و نیروها الان میتونن عملکرد بهتری داشته باشن البته افغانستان هم داره از اینجا زرنگی میکنه داره زرنگی خیلی خیلی بدی میکنه داره میاد اینجا خاک داره میگیره از این بر و اصلا من حساب این برش رو نکرده بودم و بچه دو واحد تا اینکه جدیدمون هم آموزش داده شد و on. در تهران داریمشون و نیس بچه جنگمون با افغانستان هم تموم شد 100 هزار تا بچه تونستیم اسلحه غنیمت بگیریم حالا با غیر هم چندان مهم نیست و ما توی این مرحله میاییم کامل افغانستان رو میگیریم و کانفورم اند اگزت به همین زیبایی که دیدید تونستیم افغانستان رو شکست بدیم و الان باید نیروها رو اینطوری اینجاها پخش بکنیم خیلی سری و دیگه بچه هیچ کشوری برای ی جنگیدن نمیمونه تنها یه دونه همون افغانستان بود که اون رو هم گرفتیم و چی شد؟ بازی تموم شد بچه ها بازی تموم شد باورتون میشه و پیروز این بازی هم بدون هیچ حرفی آلمان نازیه فقط و فقط از لحاظ جغرافیا ما میشه گفت برتری داریم دیگه مساحت کشور ما خیلی بزرگه الان بزرگترین کشور این دنیا ما هستیم ولی خب از بابت چیزهای دیگه آلمان برنده بازی شد ولی خب اهمیت چندانی هم نداره ما حالا حالا قراره که سریمون رو ادامه بدی به همین منظور من دوباره میزنم توی کشور کلی کارخونه نظامی دیگه ساخته بشه چون واقعا نیاز داریم یعنی واقعا نیاز داریم و خدا رو شکر سرعت ساخت و سازمون به حدی بالاست که من هر چقدر دلم بخواد میتونم بزنم کارخونه ساخته بشه چرا که نه منتظر میمونیم بچه این کارخونه ها ساخته بشن و از اون وارد نیروهایی هم که دیزاین کردیم آموزش پیدا بکنن و بعدش ببینیم چی کار میخواییم بکنیم و بچه ها باز هم از لحاظ منابع به مشکل خوردیم که این بار برای حل این مشکل نیازه که بعد از ساخته شدن این کارخونه ها ما یکم جاده هامون رو بهتر کنیم علاوه بر اون بر استخراج منابعی که خودمون داریم تمرکز کنیم چون بیشتر از این برشو واقعا کمر مملکت میشکنه اگه بخوایم چیز میز وارد کنی ولی خب بچه در همین بین به نظر من وقتش رسیده که کم کم نیروی دریایی خوشگلمون رو هم بیاریم روی کار آقا جان بیا بالا روی پرژن گلف هم نیروی دریایی رو ست میکنیم و یه نیروی دریایی دیگه هم داریم, داریم این رو فعلا پاک میکنیم این اصلا نیاز نیست فقط یه مشکلی هست بچه رو چه حساب ما کلا دو تا کشتی جنگی داریم من از این بخش یه قرنه که دارم کشتی جنگی تولید میکنم یه قرن من دارم از اینا تولید میکنم چجوری فقط دوتا داریم آ اینجاست میگم اینا کجان اینجان بیزار الان نیو کاماندر آیه بهرام انصاری که یکم هم صورت شبیه ژاپنی است، تو میاریم آها الان شد هم ست میکنیم این بر 854 تا کشتی جنگی رو داریم که خیلی سریع ستشون رو میکنم روی این دریا و نایس nice. الان شد ولی خب از اونجایی که به نوال اکسپریانس نیاز داریم میذارم این کامانده را تمرین کنن این اگه تمرین کنن برای ما بهتره و بچه اگه خدا بخواد نیروهای هم دیگه کم کم داره کارشون تموم میشه سوپلیشون به اکوپمنتشون رو تونستیم تأمین کنیم و آموزششون هم که تکمیل شده و الان است که بیان روی کار که بله اومدن روی کار 19 واحد الان نیروی تانکی تازه نفس در تهران داریم که این دوتای اولی هم تموم بشه و بشن 24 تا خیلی سری میدمشون دسته کاماندر و حالا اعزامشون میکنم به یک گورستونی ولی خب از اونجایی که نمیخوام معطل بمونیم این دوتا رو دستی آزاد میکنم و من پاورمونم که خدا رو شکر صفر شد ولی فدای سرتون خیلی سری این 24 واحد رو میدیم دسته کاماندر و اعزامشون میکنیم کجا به نظرتون کجا میتونه جای خوبی باشه به نظر خودم که اینجاها جای مناسبیه ازامشو میکنم به مرز غربیمون تا اینجا حضور داشته باشن تا اگر حالا آلمانی عراقی جایی خواست حمله کنه هم بتونن دفاع کنن و هم پخش باشن دیگه سوپلی به کافی بهشون برسه و چیزی که بچه برام جالبه اینه که نیروی دریاییمون اومده توی دریای سیاه داره تمرین میکنه واقعا بچه این موضوع جذابیه از بخش ریسرچ هم بچه باید خیلی سریع بزنیم لول سوم این بمبرها برامون باز بشه و از بخش کانسترکشن هم وقتش رسیده که یه مقدار جاده های کشور رو بهتر کنیم فعلا میزنم جاده های همین ایران خودمون مکس بشه تا در آینده حالا بریم سر وقت جاهای دیگه فعلا همین رو مکس بکنیم تا ببینیم در آینده چی میشه و از اون ور اعتراضات افغانستان رو هم یه چک بکنم که اصلا اعتراضات نداریم 3 درصد اینجا 4 درصد اینجا اصلا هیچ دشواری وجود نداره بچه کم کم هم دیگه بچه مملکت داره خودش رو پیدا میکنه واقعا استابیلیتی درسته وارساپورت درسته الان دو هزار تا چیز هم داریم پولیتیکال پاور هم داریم که من خرج آنتی فاشیست ریدز میکنم و از اون ور فاشیزم رو در جامعه من بن میکنم حالا دیگه میخوایم با آلمان دشمن بشیم یا نشیم برام مهم نیست و از بخش پروپاگاندا میتونیم از اینجا یه سری خرج رو بکنیم نیاز نداریم واقعا یعنی این مورد که برای مثال میاد به ما 10 درصد استبیلیتی میده رو نیاز نداریم چون استبیلیتیمون مکسه ولی این مورد رو دوست دارم که دانش آموزان رو داره میگه که مثلا دانش آموزا بجنگن برای کشور و ملت که این مورد رو میزنم انجام بشه و 10 درصد ریسرچ اسپید بگیریم این یکی هم خیلی خوبه بچه میگه دست ناف ورک dont تاک یعنی چی یعنی میگه کافیه کار کن حرف نزن که اگه بزنیمش هم کانسترکشن اسپیدمون میره بالا و هم ریسورس گینمون یعنی ریسورس بیشتری به دست میاریم که این دوتا مورد رو هم من میزنم و از ظرفیت پروپاگاندای کشور استفاده میکنیم و دیگه از بخش دیسیژن آیا چیزی میمونه که نمیمونه هیچ چیزی نمیمونه ریسرچ هم بچه ها انجام شد که با این حساب خیلی سریع باید بیایم از اینجا بزنیم ریسرچ های جدید برامون انجام بشه من این جت بومبر ها رو واقعا میخوام که نمیذاره وا کنیم او این اینو میخوای چیه میخوای من این جت بومبر ها رو واقعا میخوام که باید اول راکت انجین رو داشته باشیم و راکت انجین کجاست که اوکی توی این بخشه باید ریسرچ های مربوط به بخش موشکی رو انجام بدیم و این ریسرچ اتمی رو هم باید رو انجام بدیم دیگه چرا که نه واقعا بدک نیست داشته باشیمش و یه ریسرچ دیگه هم میذاریم این انجام بشه یک مقدار ریسرچ بگیریم و الان میزنم همه نیروها در کشور تمرین کنن و برای جنگ بزرگ به آلمان آماده بشن جنگ بزرگ بچه نزدیکه حالا تایمش مشخص نیست ممکنه همین لحظه آلمان بهمون حمله کنه ممکنه یه پارت دیگه دو پارت دیگه اصلا مهم نیست ولی بچه این رو هم از یاد نبرید این سری با سریای دیگه فرق داره بازی روی حالت خیلی سخته و خب ما باید حواس خودمون رو جمع کنیم یعنی خب توی سری های قبلی یعنی ممکن بود که توی این تایم و شرایط مثلا بلند بشیم بریم یه جنگ بزرگ شروع کنیم ولی الان واقعا باید احتیاط کنیم سر هر چیزی چون اولین اشتباه میشه گفت آخرین اشتباه ما میتونه باشه در این موضوع باید خیلی خیلی حواسمون رو جمع کنیم و از این ظرفیت کانسترکشنی هم که داریم باید استفاده بکنیم و بزنیم جاده قشنگ بشن چون بیلدا واقعا زود دارن ساخته میشن میدارم لذت میبرم از این بابت علاوه بر اون بچه آنتی مملکت مملکتمون رو هم مکس میکنم که دیگه اگر هواپیماهای آلمانی وارد مملکت ما شدن آنتی های رای ما بهشون امون ندن و درجا بزننشون ولی بچه این بود از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشید درست کار خاصی بازم نکردیم ولی منتظر جنگ سوم باشید دیگه جنگ دوم که تموم شده و اگر جنگی بین ایران و آلمان شروع بشه صد درصد جنگ جهانی سوم میشه بهش گفت پس حتما تو این ویدیو رو لایک کنید توی کامنت نظراتتون رو بنویسید و منتظر پارت بعدی باشید خیلی خیلی بچه دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی سیو